در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. برنامه از رادیو کتاب. با نام خدایی که انسان را از خون غریز آفرید. کتب آسمانی برای انسان‌ها صلح پایدار، شرافتمندانه و همه جانبه می‌خواهد. همزیستی مسالمت‌آمیز دلیل اصلی بعثت پیامبران و آرمان نهایی ادیان است. دین برای آسایش و نیکبختی بشر آمده، نه برای تفرقه و ستم. صلح پایدار و شرافتمندانه میان هم نوعان جوهر ایمان هر متدین است. وکیل دانشمند افریقای جنوبی در دادگاه لاهه گام بزرگ در جهت نجات انسانیت و هویت انسانی برداشت و مورد ستایش صلح‌خواهان دنیا قرار گرفت. او توانست روند دفن شدن انسانیت و هویت انسانی را کندتر سازد. دادگاه دادگستری لاهه حکم صادر نمود و خواهان توقف فوری جنگ و خونریزی شد. ما به عنوان انسان از دولت و ملت افریقای جنوبی و دادگاه لاهه سپاسگزاریم. اما سوال این است که حرف‌های نتانیاهو نخست وزیر متهم به فساد مالی اسرائیل و کابینه جنگیش از چه مکتبی سرچشمه می‌گیرد؟ خونریزی که در غزه راه انداختند در کجای حقوق بین الملل و در کجای تورات جا دارد؟ در تلمود مشنا فصل 4 آمده است: بنابراین خداوند آدم را تنها در جهان آفرید به خاطر صلح و صفا، که شخصی به شخص دیگر نگوید پدر من برتر، مهمتر و بزرگتر از پدری توست. هر کس جان فردی را از مرگ نجات دهد، مثل این است که جان تمام مردم دنیا را نجات داده است. همین معنی در قرآن کریم سوره مائده آیه 32 نیز آمده که نیاز به تکرار آن نیست. اینجا لندن است و من از رادیو کتاب با برنامه توقع انسانی از دادگاه لاهه در خدمت جمع از دانشمندان قرار دارم و تلاش می کنیم صدای شکستن استخوان‌های انسانیت را که در غزه توسط سردمداران تمدن اعمال می شود به گوش جهانیان، به خصوص رسانه‌های شخصی و ابررسانه‌ها برسانیم تا شاید این خونریزی قطع شود. مثل همیشه باز هم اول پای سخنان آیت الله هاشمی اورزگانی استاد حوزه علمیه نجف اشرف می نشینیم و از بیانات ایشان استفاده می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی رسول الله الامین. سلام بر همه اعضایی که در گروه تشریف دارند، بر مدیریت محترم گروه و بر همه بینندگان عزیزی که با این برنامه با ما همراه هستند. من پیش از همه سروده کوتاهی را که در این قسمت داشتم چند قبل در قضیه غزه و فلسطین، سروده سپیدی است، من بخشی از آن را میخوانم. دریاب انسانها را، برگهای پاییزی که فرو میریزن هی همو بیشمار، از فراز شاخسار به رنگ سرخ و زرد، در هجوم طوفان یورش مرداب. موضوع بحث را چنان که مطرح فرمودید دادگاه لاهه است. آشنایی دارن بینندگان عزیز و عزیزی گروه که پوزش خواهم به دادگاه لاهه آشنایی دارن، همه توضیحات را که من عرض می کنم چه بسا در برخی موارد صرفا برای برخی از کسانی است که در این گفتگو مخاطب هستند و قضایا را به اون گونه ای که باید از طریق اخبار و رسانه ها در جریان قرار ندارن. دادگاه لاهه که 15 عضو دارد، عالی ترین دادگاه سازمان ملل متحد است و در منازعات و
مسائل بین المللی حق داوری و جایگاه حقوقی دارد. گرچه فیصله های این دادگاه لازم الاجرا نیست، ولی از حیثیت و جایگاه حقوقی و در دادن به تغییر و جهت دادن به افکار عمومی بسیار بسیار دارای اهمیت است. نکاتی که در این ماجرا قابل توجه است، من برخی از آن را ابتداعا عرض می کنم. نکته اولان است که چه در حقوق عرفی و چه در دانش دینی و حقوق دینی، اونگونه ای که در آغاز جناب آقای محسنی نقل فرمودن از تورات و همین گونه از سوره مبارکه مائده در قرآن کریم که می‌فرماید، جالب این است که قرآن کریم همین سخن را به گزارش تورات نقل می‌کند و یکی از جاهایی که انسان‌ها می‌تواند بفهمد که یک هم پوشانی در بین معارف کتب آسمانی هست، همین مورد است و همین معارف مربوط به موضوع بحث امروز. مثلا در قرآن کریم آمده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثير منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. در این آیه شریفه خداوند دو سه تا مطلب را که مربوط به بحث ماست عنوان می کند. یکی این که موضوع احترام به جان انسان ها در همه کتب آسمانی موجود است و همین نکته ای را که از تلمود نقل شد، قرآن کریم در این آیه به صراحت می گوید که ما این رو بر بنی اسرائیل به عنوان یک دستور الهی نازل کردیم. بنابراین این دوتا مؤید همدیگر است. اون گونه ای که در تورات آمده است دقیقا همون مطلب را قرآن کریم تایید می کند. نکته دوم، احترام بسیار بسیار ویژه است که برای نفس انسانی در هر دو کتاب و در سایر کتاب های آسمانی هم بیان شده است و اون این است که کشتن یک نفس و یک انسان برابر با این است که همه بشریت را به سلاخی برده است، زیرا مشت نمونه خروار است. اگر کسی به جان انسانی اهمیت قائل نباشد، دست او برسد همه انسانها را بیگناه خواهد کشت، زیرا اگر او ابا ندارد از این که یک انسان بیگناه را بکشد، بدین معنا هست که اگر دسترسی داشته باشد و توانی داشته باشد همه انسان‌ها را خواهد کشت و بیگناه و با گناه را جدا نخواهد کرد. و تأکید دیگر قرآن کریم هم بر این است که ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات، همه پیامبران ما با نشانه‌های آشکار جنگ و صلح را، خوبی و بدی را، زشتی و زیبایی را تفکیک کرده است و برای انسان‌ها منزلت و کرامت انسانی را بیان داشته است. و بعد می‌فرماید که سوگمندانه برخی از این قوانین آسمانی از سوی پیروان آنها یا مدعیان پیروی رعایت نمی‌شود و آنها اسرافکارند. یکی از موارد و مصداق‌های واضح اسراف در کردارهای انسانی انسان‌کشی است. مصداق بارزی که اگر خون انسان‌ها نباید مورد اسراف و دستبرد قرار بگیرد. بعد از این نکته ای که در باب آموزه های ادیان آسمانی و نقطه مشترک تورات و قرآن و کتاب آسمانی آخرین دین پیامبر آسمانی بیان شد، به این نکته اشاره می کنیم که امروز دادگاه لاحه گرچه نه از سوی یک کشور اسلامی اقدام صورت نگرفت و خوشبختانه از سوی یک کشور آفریقایی که آفریقای جنوبی باشد این قضیه مطرح شد و شاید رمز اون همین باشد که آفریقا خود رنج آپارتاید را چشیده است و می داند که چه مظالمی در این روزها بر مردم غزه و فلسطین می رود. شنیدن کی بود مانندی دیدن. و بنابراین به دلیل این طعم تلخی را که سالها کشیده است کشیدند و درد و رنج مردم فلسطین را احساس میکنند، به خوبی با پوست و گوشت در میابند، این اقدام را انجام داد و به دادگاه لاحه شکایت برد. در همین زمینه دادگاه لاحه یکی شاید از سختترین قضاوتهای تاریخ خود را سپری میکند و میتواند محکی باشد برای سنجش
داوری های دادگاه لاحق که به چه میزان میتواند به جانب کنار مظلوم بایستد و ظالم را به محکومیت بکشاند. نکته سوم این که اکثر کشورها در جانب حق استادن و در جانب فلسطین، چنون که ملت های آزاده دنیا هم در کنار مردم غزه استادن و نسل کشی و انسان کشی اسرائیل را محکوم کردند. ولی متاسفانه کشورهایی که دم از حقوق بشر میزنند و صدای اونها در دفاع از حقوق بشر از دیگران بلندتر است، در کنار جنایت های اسرائیل استاده است و این یکی از تاسف های بزرگ روزگار ماست. ما اگر به شکوائیه آفریقای جنوبی بنگریم، بسیار بسیار می توانیم به جنبه انسانی و به جنبه حقوقی اون تحسین بکنیم. آفریقای جنوبی در اونجا ادعا کرده است و مطرح کرده است که کنوانسیون نسل کشی که مصوب در 1948 است و اسرائیل و البته آفریقای جنوبی و سایر کشورها در اون عضو هستند، در جنگ غزه نقض شده است و در اینجا خود کسانی که این کنوانسیون رو امضا کرده اند زیر پا گذاشته است این کنوانسیون را، و بنابراین نقض کنوانسیون می تواند جریمه داشته باشد. ولی خواسته بسیار بسیار به حق این شکوایی از طرف آفریقا همین است که جنگ پایان پیدا بکند و نسل کشی که در اینجا انجام می شود اوریانتر از اون چیزی است که هولوکاست به طور ادعایی از طرف اسرائیل ادعا شده است در طول سالیانی. و در همین جا باید تأکید کرد که اسرائیل، البته ما حساب دولت اسرائیل را از ملت یهود و پیروان دین حضرت موسی جدا می کنیم، به همین دلیل است که بخش بزرگی از بخش زیادی و معظمی و قابل توجهی از پیروان دین حضرت موسی از کشتار اسرائیل اعلام انزجار کرده است در گوشه گوشه دنیا. اسرائیل از هولوکاست در طول سالیان سال و در طول مدت موجودیت خیش سوء استفاده کرده است و بزرگترین سوء استفاده این است که اونجا میگویند که یهودیان بیگناه زنان و کودکان و بیگناهان و غیر نظامیان اونها به مسلخ و به کشتارگاه رفته است. ولی امروز دقیقا همون چیزی را که اونها در طول این مدت در زیر پوشش اون اظهار مظلومیت می کردن و انسانها را به سمت مظلومیت خود متوجه می ساختن، دقیقا امروز خود در پیش چشم افکار عمومی دنیا همین جنایات را انجام می دهد. و البته که کوشش دارد که خبرنگاران، ما تعداد زیادی از خبرنگاران را در این حادثه دیدیم که کشته شد و جان خودشون را از دست دادن و این نشان می دهد که اسرائیل طرفدار اون نیست که خبرهای تلخ غزه به گوش دنیا برسد. به هر روی امروز دادگاه لاحق به عنوان فکر حقوقی و زبان حقوقی و گوش حقوقی سازمان ملل باید مسئولیت خیش را ادا بکند و در برابر این انسان‌های مظلومی که تعداد کودکان اونها به 10,000 نفر میرسد، تعداد کودکان کشته اونها، و اگر جمع زنان و کودکان را در نظر بگیریم به روایت خبرگزاری ها تا 19,000 نفر میرسد از 24,000 خورده ای که تا هنوز به کشته شده است در میدان جنگ. اونچه که معلوم است این است که اینجا بمب و راکت و موشک و از همه ابزارهای جنگی استفاده می شود بی حساب و کتاب. ما تعداد نظامیانی را که از حماس به کشته شدن یا به شهادت رسیدن تعدادی انگشت شماری است، ولی بیشتر و معظم اون کسانی که در خاک خون غلطیدن و جان عزیزشون را از دست دادن زنان و کودکان هست. این قضیه هر وجدان بیدار انسانی رو جریحه‌دار می کند و امروز محک بزرگی به سراغ دادگاه لاحق آمده است که موضع خود را در قبال حقوق انسان، حقوق بشر و مظلومین و کشتار بیگناه انسانها روشن کند. و این محک به نظرم از محک‌های بیبدیل است که تکرار شدنی نخواهد بود. باید دادگاه لاحق انتظار می رود که اون نگاه انسانی را در برابر مردم فلسطین در پیش بگیرد و کسانی را که به خون و جان و مال مردم و کیان و موجودیت فلسطین و غزه، جدا از این که اونا مسلمان هستن، عرب هستن، کجایی هستن نیستن، لااقل انسان هستن، بشری که امروز دم از دفاع حقوق بشر و انسان میزند،
و بالاترین جایگاه حقوقی امروز این پرونده را به دست گرفته است، انتظار آن است که به جنبه انسانی اون لااقل توجه بکند و کوچکترین خواسته ای که در این شکوایی مطرح شده است مبنی بر پایان جنگ، چون بحث غرامت نیست، بحث کشیدن به دادگاه هم نیست، بحث پایان جنگ است. این کمترین خواسته است که یک انسان منصف میتواند داشته باشد از یورش نظامی اسرائیل و از کسی که دست به انسان کشی زده است و بخواهد که اونها دیگر بیش از این به کشتار خود به حساب کتاب ادامه ندهند و غزه را و مردم مظلوم بیگناه اون را رها کنند. جهان سپاس آجا، خیلی عالی استفاده کردیم. دوستا کسی فرمایش دارم؟ بله جناب مسئله سبب اجازه باشه. مهربانی دکتر سب بزرگوار، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. به جناب شما و میمانان گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحبت های جناب هاشمی صاحب کاملا امو ستون فقرات یا لب لباب صحبت ها بود که جنابشان ارائه فرمودن و واقعیت های عینی و میدانی را اینا لطف کردن. ما فقط در چند جوانبی که رویش بحث میکنم مقدار تکمیل کننده صحبت های جناب هاشمی صاحب هم هست و در ضمنش بعض قضایش که نهایتا به افغانستان هم رابطه داره روی صحبت میکنه. اولی که محکمه دادگستری بین المللی یا International Court of Justice اولین کسی را که محکمه کرد آقای جان پال بود که در مربوط قوم هوتو در رواندا که در حق قوم توتسی امی ظلم اجرا کرده بود و این بسیار یک شایعه جهانی به خود گرفت و بسیار تاثیرات در افریقا گذاشت بالای تمامی کسایی که ظالم بودن و کسایی که رؤسای جمهور بسیار دیکتاتور بودن. در قدم دوم این موضوع بالای ملاسویچ رئیس جمهور سابق یوگسلاویا تطبیق شد که اینا در بوسنیا بر علیه مسلمان ها مرتکب جرم شده بودن که اینا هم بسیار یک موضوع شوک کننده در سطح اروپا بود، بسیار تاثیرات مثبتی را به جا گذاشت. و همچنان رئیس جمهوری ازبک چیلی که پانیشه اگوستو پانیشه بود یک نام داره، نامش افریقایی سخت است، این آدم هم در جنایت جنگی را در وقتی که رئیس جمهور چیلی بود انجام داده بود که این محکمه ای را چی کردن. دیگه تاریخ دادگستری بین المللی دادگستری یک سابقه ای را داره و در سابقه خود این بسیار موفق بوده، این موضوع بسیار تاثیرگذار بوده. این یک موضوع. دومی است که چنانچه جناب هاشمی صاحب لطف کردن این قضیه آل فعلا از بود مذهب و اسلام خارج شده و از بود فلسطین و غزه خارج شد، این موضوع انسانی و جهانی شد. بسیار یک کار خوب شد و افریقای جنوبی یک کار بسیار عالی اخلاقی انسانی و وجدانی را انجام داد در سطح جهان که بسیار تاثیرات داره و امروز این یک شوک بسیار بزرگ برای اسرائیل به شخص آقای نتانیاهو است که تاثیرات بسیار مثبت را در آینده داشته می باشد و این به همه کشورهای سردوست، به همه کشورهایی که اونا طرفدار انسانیت و اخلاق و مهر و محبت هستند به اینا یک الهام شد که اینا هم جرات میکنن من بعد به این قضایا این موضوعات حمایت میکنن. موضوع سوم که کوتاه من میخوایم اشاره بکنم این است که ما باید فراموش نکنیم کشور خود ما را، افغانستان را، که این یک درس برای گروه طالبا هم هست. به این خاطر این بسیار به نفع طالبا است اگر طالبا این ظرفیت داشته باشند و به این گوش بدن که چی میگذرد. به خاطر از این که شما باید داشته باشین که طالبا در سالهای 1996 الی 2001 که در افغانستان تسلط داشت یک سری کارهای را کرده که ضروری است حالا من او را بیان بکنم، ولی در اون وقت هیچ دانشگاهی در افغانستان وجود نداشت و هیچ تحصیل یافته ای اگر بود بسیار اندک بود، اونا توانایی و در عین وقتش در اون وقت تکنولوژی میدیا یا رسانه ها به این سطح نبود. اما فعلا طالبان چیزی را که میکنن و مردم را اجازه نمیدن که فیلم برداری بکنن، نشر بکنن و چیزهایی که جریان داره ما شما در جریان هستیم فعلا و که در طول می دو سال دو نیم سال هم انجام دادن، اینا بسیار کوشش میکنن که به طور مخفی جرم جنایت خود انجام بدن و ما براتون اطمینان میتونم که ما صدها هزار محصل تحصیل یافته و انگلیسی زبان و عربی زبان، روسی زبان و حتی چینایی زبان امروز داریم که اینا آموختن در طول 20 سالی زبان ها را و نشه و روزی که اینمی روز بالای طالب ها هم بیاید.
و هی یک دست و یک الهام است و طالبان که باید بیاموزه و در فکر خود داشته باشند، چرا که درست است که امروز اینا ود دارند از طریق فشار و از طریق زور نمیمانند که مردم یا مردم اجازه نداره که این موضوعات را نشر بکنه، ولی این را بسیار یک الهام خوب، یک درس خوبی برای طالبان است اگر اینا هوشیار باشند از این موضوع. یک درس موضوع دیگه که است، ما من حیث عضو سازمان اکادمی فقه سازمان بین المللی یعنی OIC هم ما اینمی تو یک اداره را داشتیم به نام محکمه عدل اسلامی، ولی تا هنوز که در وقتی که این سازمان ایجاد شده این علی رأس شنوی موضوع بوده، اما تا امروز اجازه نیافتن یا کشورهای اسلامی به طور عموم این جرأت نتونستن که ایره پروسه عملی ببخشند. خاطر از اینکه ما شما میدانیم دوباره تکرار ضرور نیست که کشورهای اسلامی متاسفانه پراگنده بی اتفاق و در زد و خورد داخلی مصروف هستند. تمام کشورهای اسلامی من جمله کشورهای آفریقا، آسیا، عربی اسلامی همه با مشکلات بسیار حاد داخلی یا مشکلات حدودی با همدیگر مصروف هستند. اگر شما هر کشور اسلامی را یک مطالعه دقیق بکنین با همسایه خود مشکل دارد، در داخل مشکل دارد، با مشکلات فراوان روبرو است، اقتصادی و تمام مشکلات. بنان ای اجازه نداده تا هنوز کشورهای اسلامی به این درجه برسه که همین محکمه را اینا فعال بسازن. این موضوع دیگه که بسیار زیاد برای همه ما مهم است که خداوند جل جلاله از ظالم به هر شکلی که باشه انتقام میگیره، و این ما شما در تاریخ و در قصص قرآن عظیم الشان و در حتی بر 50 سال 40 سال که ما شما حیات داشتیم یا مشاهده کردیم یا به اصطلاح شاهد صحنه بودیم این قضیه صورت گرفته، بخاطر از اینکه خداوند جل جلاله انسان را وقتی که خلق میکنه، خداوند مالک و رازق و ملک الموت و تمام عزت دهنده و تمام به اختیار خداوند جل جلاله است. اینکه یک انسان به هر شکلی یا از نظر سیاست یا از نظر موضوعات اقتصادی یا موضوعات زبانی یا هر چیزی که طرف مقابل یا قتل میکنه یا توهین میکنه یا تحقیر میکنه، بدون شک خداوند جل جلاله در این انتقام گیر است. که من فقط با یک دو آیه یا سه آیه کتاب خدمت شما این موضوع را خاتمه میبخشم. خداوند جل جلاله می فرمایه بسم الله الرحمن الرحیم: و قد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال ان الله عزیز ذو انتقام. آنها نهایت مکر و نیرنگ خود را به کار زدند و همه مکرها و توطئه‌هایشان نزد خدا آشکار و بی اثر است، هرچند مکرشان چنان باشد که کوه ها از جا برکنده شود، چرا که خداوند جل جلاله توانا و مجازات کننده است. یک آیه دیگر: و ان کان اصحاب الایکه للظالمین فانتقمنا منهم. اصحابی که یعنی به یقین قوم ستمگار بودند و هدفش قوم شعیب است، ما آنان را مجازات کردیم. و آیه دیگر خداوند جل جلاله میفرماید: و من اظلم ممن ذکر بآیات ربهم ثم اعرض عنها انا من المجرمین لمنتقمون. ترجمه این قسم است که چه کسی ستمگارتر است از آن کسی که آیات پروردگارش به او تذکر داده شد و او از آن راز کرد، مسلما ما از مجرمان انتقام خواهد گرفت. اینجا چیزی که بسیار مهم است که وعده خداوند جل جلاله و وعده خداوند جل جلاله بدون شک و بدون تردید تحقق پیدا میکنه. اینکه اسرائیل تا نزد 70 سال 80 سال مظالم گوناگون را متعدد را متنوع را بالای مسلمانان فلسطین اجرا کرد، یا اید که جهان غرب پایش بود یا جهان شرق یا جهان اسلامی، این مطرح بحث نیست. این مطرح بحث که اینا کردن این کار، اینا به مزدور و قوت و سلامتی که داشتن هر چیزی که از دستشان بود کرد، ولی بدون شک این یک درس بزرگ است که خداوند جل جلاله انتقام گیر است. ای اگر یهود باشه، مسلمان باشه، اگر مسیحی باشه، اگر هندو باشه، اگر دیگر صاحب ادیان باشه یا لیا دین باشه، بنابراین این یک درس برای جهان بشریت است که خداوند جل جلاله انتقام میگیره و ما شما هم در افغانستان دیدیم که از ظالما انتقام گرفتن و انتقام گیرنده است. و به اندازه اکتفا میکنم. صدق الله العظیم. بسیار تشکر دکتر صاحب بزرگوار، عالی بود. برای اطلاع مخاطبان گرامی رادیو کتاب عرض میرسونم که اسرائیل در غزه متهم به کشتار دست جمعی یا جنوساید است. درسی که از تاریخ میتونیم اینجا بگیریم این است که اصلا طرح شدن همین لغت جنوساید یا قتل عام یا نسل کشی از طرف یک یهودی است در سال 1948
که تمام اعضای فامیلش کشته شد. و جالبی است که آل دولتی که خود مدافع حقوق یهودی ها می دانه بنابرای ادعای خودشان و قربانی یک قتل عام بوده، آل در غزه چنان قتل عام را راه انداخته که واقعیتش دیگه هولوکاست فراموش انسان ها می شه. انجینر صاحب دست خود بالا کرده بود. انجینر صاحب احمدی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. استادان گرامی، عزیزان، بینندگان عزیز، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کار را که افریقای جنوبی انجام داد یکی از بزرگترین و مهمترین اقدامات بود. خداوند رحمت کنه نلسن مندلا را که 27 سال در زندان مخوف اپارتاید افریقای جنوبی بود و اینا موفق شدن که اون ستم را که اونجا روا می داشتن از بین ببرن و همچون یک کشور که این اقدام کرد و با قدر دلایل که بیشتر از 80 صفحه بود خیلی عالی بود. اما حامیان اسرائیل و سیاستمدارایی که بیشتر از 10,000 طفل خورده می بینن که کشته می شن و به اصطلاح مردم کشورهای خود مصروف می سازه، اینا جمله هم قابلیان زمان است. اینا چی یهود باشن، چی مسلمان باشن، چی مسیحی باشن، چی از کدام دین ندگه باشن یا اصلا بدین باشن، وقتی که از غزه نشان داده میشه باز در تلویزیون های آلمان متاسفانه اون صحنه های دلخراش نشان داده نمیشه. تنها همقدر میگه به قول از طرفداران مثلا خود فلسطین یا 20,000 یا 23,000 نفر کشته شد. این یک جنایت بزرگ از امریکا بود که واقعا بی‌شرمانه بود. مسئله که بسیار به برداشت بنده حقیر مهم هست ایست که بعض قسمت ها را فیلم نمیگیره مگر اینکه یکان تا عسکرای خود اسرائیلی عکس میگیره و روان میکنه. جوانهای تنومند و قوی که از مردم شریف فلسطین هست اینا روان میگه که مثلا بدنهای نصف بدن خود لچ کنن وقتی که میاین، اما اونا را میکشن و بعد اعضای بدن از قلب و شش و جگر و تمام اون چیزایی که بدن میخوره اینا را میگیره به شفاخانه های اسرائیل و اینا میبرکی. بسیار جنایت بزرگ بشری هست. تمام کارهایی که اسرائیل میکنه فوق العاده غیر انسانی است و خداوند انشالله که این جنگ هر چی زودتر به نفع مستضعفین به پایان برسانه. نکته بسیار جالب اشاره کردین انجینر صاحب. به می رسانه ها را اگر دقت بکنین مخصوصا بر رسانه ها حدود 2 هفته میشه که اخبار غزه را از صدر اخبار انداخته در آخر خبرها یک اشاره بسیار مختصر میکنه و این واقعا ظلمی است و به عقیده ما یک کاری است در جهت حاکم شدن قانون جنگل بین انسان ها، چرا که اسرائیل زورمند است، همه سکوت میکنه، اما وقت حماس حمله میکنه و 1,000 و چند صد نفر به روایتی و 200 نفر به روایتی کشته میشه، کل دنیا سر و صدا رو میندازه. امیدواریم به صلح برسیم. به هر صورت کاظمی صاحب بفرمایید. ببخشید که دست شما در بالا مون. خواهش میکنم. بسیار تشکر از همه دوستایی که سخن گفتن، از استاد هاشمی، از جناب لقمان صاحب، از انجینر صاحب. در باره دادگاه لاهه و ستایش از لاهه سخنانی بسیار مفید را ایراد کردن که همه قابل استفاده بود. من فقط میخواستم که از یک بعد دیگری هم به این قضیه نگاه شوه و همونطور که انجینر صاحب از فرزندان نلسن ماندلا تشکر کرد، ما هم قلبا از راه دور و از یک سنگر بسیار کوچکی که ممکن است صدای ما برای یک تعداد بسیار کم برسه، از افریقای جنوبی، از فرزندان ماندلا تشکر میکنیم. استاد هاشمی از نظر قرآن و تورات بررسی کرد مسئله را و از منظر حقوقی بسیار خوب تحلیل کرد
به نظر ما از چند منظر دیگه میشه که به این قضیه نگاه کرد، که از نظر حقوقی، از نظر انسانی، دیگه از لحاظ روایت سازی و رسوایی روایت سازی. اینی مسئله بود که دادگاه لاهه و کشور آفریقای جنوبی یک قدم بسیار مهم را ساخت. اینجا شاگردای که درس مطبوعات خوانده زیاد هستند و امیدوارم که اونا از جمله خود آقای محسینی در باب روایت سازی ها حتما تخصص داره و مطالعه کردن. اینجا متاسفانه مطبوعات خیلی کوشش کردند که با علی رغم شواهد و دلایل انکار ناپذیر را که وجود داره میخواستن این قضیه غزه را پوش کنه و مردم را گمراه بسازه و این بسیار مشکل بود. به نظر من در اونجا ابعاد جنایت بیش از حد تصور بود و برای کلگی شاک کننده بود و هنوزم دنیا در حالت شاک به سر میبره و منتظره که مردان سیاسی، بزرگان کشورها و زمامدارا چه تصمیمی میگیره. متاسفانه روایت سازی ها بسیار قوی بود، به حدی که خب تقریبا یک پله ترازو را به نفع کشتار میچرخان که هنوزم همطور که اشاره شد میچرخانه. اما خب بهتره که دنیا بفهمه که وقتی که زور نباشه گاگای همه عدالت، انسانیت و منطق کار نمیکنه. اما در این قسمت باید بگویم که دادگاه لاهه یک گام بزرگ را برای همه انسانهای آزادی خواه برداشت. اگر قرار باشه که تمام کسایی که ضد استبداد، ضد استعمار و ضد تبعیض و تمیز کار میکنه و اگر قرار باشه اونا به همین شکل بیرحمانه از بین بره، بعد از این دنیا صدای جنبش آزادی خواهی خفه خواهد شد و این گامی را که اسرائیل برداشته یک گام بسیار خطرناکی بود، با توجه به ای که هیچ وقت قدرت و وقایش تضمین نداره و عمق فاجعه به حد بالا بود. همطور که هم اشاره شد نه تنها یهودی ها در دنیا بلکه در داخل اسرائیل هم فعلا با گیری همین سیاسیونی که طرفدار جنگ غزه است مشت دیخنه، اونا تا حدی را که زور داره، تا جایی را که میتوانن از این مسئله پشتیبانی میکنن. به هر حال هرچند بود سیاسیش برای از ما تا هنوزم مسئله مبهم است یک مقدار. خب اگر یاد شما باشه یک زمانی بود که حکومت خودگردان فلسطین تشکیل شد و قرار شد که دنیا اینا را به رسمیت بشناسه، محمود عباس رئیس سلطه فلسطینی یا رئیس همین خودگردان مقرر شد و در وقت اخبار زیادی از یک منبع نبود، از چندین منبع و دست آمد که خب اسرائیل زیر میزی حماس حمایت میکنه و امی سلطه فلسطینی را تضعیف میکنه. متاسفانه این حرف ها بسیار و درازا کشید و تا جایی منجر شد به منزوی کردن سازمان الفتح یا PLO یا حکومت خودگردان فلسطین. و امروز هم وقتی که ما میبینیم این قائله به نام حماس شروع شد، از یک نقطه گنگ بود. چطور شد که یک زمان حماس با اسرائیل علیه PLO همسنگر بود و همسو بود و یک دفعه سنگر عوض میشه و حال وقتی که از حکومت خودگردان فلسطین با او آدم ها و پرسنل های تخنیکیش وقتی سخن بمیاد و هیچ وقت ای از طرف حماس قابل پذیرش نیست. کشورهای اسلامی همیشه نقطه ضعفشان در داخلش وجود داره. ما مطمئن بودم که اگر حماس و سازمان فتح یا همو حکومت خودگردان فلسطین با هم می بود شاید وضعیت تغییر میکرد و حالا در یک نقطه خلا اسرائیل هر دوتا را گیر انداخته. این طرف وعده سیاست و سیاست بازی برای سازمان آزادی بخش فلسطین داده و شاید محمود عباس، و این طرف دیگه هم هر روز میگه که ما به مرحله سوم رسیدیم، جنگ خلاص میشه که اینا را بازویشان رو سست کنن و خودشان زده روان هستن و تخریب کرده روان هستن. به هر صورت یک بار دیگه میشه که از فرزندای نلسون ماندلا و از کشور آفریقای جنوبی
که در این وقت حساس با وجود این همه کشورهای عربی و اسلامی ای طور قد علم کرد و ای رقم یک مردانگی کرد و مسئله حقوقی را پیش کشید، ما یک جهان سپاس گذاریم. هرچند صدای ما به جایی نرسه و نظر ما یک خدمت بزرگ برای انسانیت، برای جنبش های آزادی بخش بود. و السلام عرایز بنده تمام. بسیار تشکر کاظمی صاحب. بله متاسفانه هنوز خونریزی به مو شدت جا روان است در غزه، فقط میدیا کمتر توجه میکنه. امینی صاحب دست بالا کرده بودیم، بفرمایید. با عرض احترام مجدد به عرض ما از دادگاه لاحه متوجه خود مسلمان هاست بیشتر. در داستان راستان آقای مطهری یک داستان را نقل میکنه، البته با منابعش، که میگه تاجرا از اندس در بغداد آمده. معتصم عباسی خلیفه وقت پرسان کرد که در اروپا چی خبر بود؟ گفت وقتی که ما در اندلس بودیم یک زن مسلمان در بازار به عزت کردن و او و معتصما گفته فریاد می زد کسی به دادش نمی رسید. مخاطبان عزیز تشکر که تا این لحظه با رادیو کتاب بودیم. رادیو کتاب از شما و در خدمت شماست. از ایمیل که در جریان عزمی گپار در اسکرین پخش میشه میتونین با ما ارتباط بگیرید. موضوع جالب و مورد بحث اگر داشتین مطرح کنین تا در رادیو کتاب سر از او بحث. اگر شاعر، نویسنده، هنرمند را میشناسین میتونین از امو طریق ایمیل معرفی کنین و ما در خدمت شما باشیم. فراموش نکنین که کار ما داوطلبانه است. لطفاً با سابسکرایب، لایک، اظهار نظر، انتقاد کردن ما را یاری کنین. در قسمت دوم از این برنامه باز هم ما فرمایشات جالبی از دوستا داریم. امیدواریم وقت کنین و همه برنامه را نگاه بکنین. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.